مسلمانان روهینگیا در اردوگاه‌های آراکان مورد آزار و اذیت شدید و نقض حقوق بشر قرار دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که بخشی از گزارش جدید این سازمان با عنوان زندان باز بدون پایان، بازداشت دست جمعی مسلمانان روهینگیا در آراکان میانمار هفته آینده از سوی این سازمان منتشر خواهد شد. این سازمان حقوقی در بیانیه خود تاکید کرد حدود 130 هزار مسلمان روهینگیا از سال 2012 میلادی و در پی حمله پاکسازی نژادی از سوی ارتش میانمار در اردوگاه های آراکان به سر میبرند. این بیانیه می‌افزاید دولت میانمار شرایط ظالمانه ای را برای پناهندگان روهینگیا ایجاد کرده است که نوعی جنایت علیه بشریت و محرومیت شدید از آزادی مسلمانان محسوب می شود. دیدبان حقوق بشر گزارش خود را با استناد به بیش از 60 مصاحبه با مسلمانان روهینگیا و امدادگران ارائه کرده و از حکومت میانمار خواسته است تمام محدودیت های خودسرانه در تعامل با مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان و سایر اقلیت ها را پایان دهد. این گزارش با اشاره به اقدامات اخیر مقامات میانمار اعلام کرده است که به نظر می رسد بستن اردوگاه ها با هدف جداسازی اقلیت روهینگیا بوده و بازداشت روهینگیایی ها تبدیل به امری دائمی شده است. بر اساس اعلام منابع محلی و بین المللی، جنایات مداوم نیروهای مسلح میانمار و بودایی های افراطی مسلح علیه اقلیت مسلمان روهینگیا تا کنون جان هزاران روهینگیایی را گرفته و نزدیک به 1 میلیون مسلمان را مجبور کرده به بنگلادش پناهنده شوند.